خب کم کم داریم پیش میریم تو لاراول و کم کم داریم عمیق‌تر میشیم رو مباحث لاراول. خب توی این جلسه میخوایم یکی از کاربرد یکی از فایل هایی که توی پروژه لاراول هست رو با هم دیگه یاد بگیریم. و قبل از اون من یه نکته هم بگم، بازم تکرار کنم، ببینید نیازی نیست تو این لول همه چیزا رو یاد بگیریم. مثلا شاید از جلسه قبل این تو ذهنتون مونده باشه که مثلا آقا این نمیدونم لاگ چنل چیه، نمیدونم این ردیس هاست چیه، نمیدونم اینا رو. گفتم نمیخواد تو این مراحل اولیه همه چیزو همزمان کلهم یاد بگیریم بره پی کارش، اینطوری نیست، باید با مرور زمان یاد بگیرید. مثلا همین که تا اینجا کار یاد گرفتید که این ستاپ چه کاربردی داره، این کل این بخش اینجا کانکشن با دیتا چیز با دیتابیس هست، نوعش ما اس کیو ال، نمیدونم پورتش چیه، نمیدونم هاستش چیه، اینا رو که معمولا همه یکسان هستن. شما تنها چیزی که نیاز پیدا کرد که تغییر بدید اسم مرتبی همین دیتابیس نیمتون هست و نمیدونم دیتابیس، مثلا اینشو یاد گرفتید، یاد گرفتید که این اپ کی قرار اینجا چیز بگیره، و یاد گرفتید این اپ دیباگ اگه رو ترو باشه به ما ارور رو توضیح میده که چی هستش، ولی اگه رو فالس باشه فقط به ما یه هوپ سوکس لایک سامثینگ ون بانک میده. بقیه رو اگه توضیح چیزی ندادم از این به بعد، مثلا یه فایلی باز کردم مثلا نصفش رو توضیح دادم نصفش رو توضیح ندادم یا یه قسمتی توضیح بدینید، این که فعلا لازم نیست، بدونید که این رو کم کم به مرور زمان تو جلسات آینده با هم دیگه یاد میگیریم. پس اگه چیزی رو توضیح ندادم نگرانش نباشید. خب توی این جلسه میخوایم کاری چیکار کنیم؟ میخوایم کاربرد یکی از فایل ها رو یاد بگیریم. توی پوشه routes اگه برید یه فایلی هست به اسم web.php، این اولین فایلی است که ما میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. اینجا یه کامنت برامون گذاشته، گفته چیکار میکنه، این توضیح داده به ما، من کامنتش رو پاک میکنم، کامنت php دیگه میتونیم پاک کنیم، مشکلی نداره. اینجا اگه دقت کنید اینجا یک از یک کلاسی استفاده کرده به اسم کلاس راوت. این کلاس راوت یکی از کلاس هایی هستش که از قبل توسط لاراول نوشته شده و ما از متدهاش استفاده میکنیم. ما فقط لازم هست که بدونیم که این کلاس راوت چه متدهایی داره و ما از این متدها چطور میتونیم استفاده کنیم. قبل از اینکه این متدها رو استفاده کنیم من یه یادآوری بکنم نسبت به پست و گت. یادتون میاد تو HTML یه فرم ایجاد میکردیم، بعد مثلا نوع فرم رو مثلا میذاشتیم که مثلا گت باشه یا پست باشه، یا مثلا تو PHP سوپر گلوبال وریبل داشتیم، یه سری وریبل های سوپر گلوبال بودن با underscore شروع میشدن، بعضی تو گت ذخیره. این کلن به این سری کلن ما یه سری متد گت داریم و پست هم داریم دیگه، با هم دیگه چیز کردیم. این راوت خب چند تا متد میگیره، من یه دونه مثال اینجا بگم، راوت یه گت میگیره که مثلا یه متد دیگه گت، که هر متدی هم ممکنه چند تا آرگومان به عنوان ورودی داشته باشه. یه گت داریم، نمیدونم یه پست داریم، گت و پست رو که دیگه قبلا باهاش آشنا شدیم، میدونید که چیه، یا میتونیم یه فرم ایجاد کنیم که متدش رو گت بذاریم یا رو پست بذاریم که سابمیت بشه به یه URL خاصی به یه طریقی، یا اینکه تو مرورگر مثلا یه چیزی رو بزنی، یه آدرسی رو بزنی، مثلا بزنی 127.0.0.0.0 مثلا اینجا بزنی مثلا علی، این خودش یه URL دیگه، داریم گت ریکوست میزنیم، این گته. وقتی تو مرورگر یه چیزی تایپ می‌کنی این گت ریکوست بزنی به یه یو آر ال خاصی، من گت ریکوست زدم به یک یو آر ال خاصی و میگه پیدا نشد، sorry the page you're looking for could not be found. چرا؟ چون واقعا تعریف نشده براش مسیری، تنها مسیری که تعریف شده مسیر بک اسلش، این بک اسلش یعنی روت، یعنی چیز اصلی، یعنی همین 127.0.0.1.2000 بک اسلش خالی، یعنی بدون هیچ چیزی، بک اسلش خالی یعنی همون روت اصلی، اون چیز اولیه. گفته هر وقت get request زدن به این URL این فانکشن رو انجام، یه فانکشن به عنوان ورودی پاس داده. پس یعنی یه URL مثلا وارد میکنی، خب مثلا یه چیزی بود که از قبل توش بود، الان
این خط چهارم هم بعدا براتون توضیح میدم. گت داریم، نمیدونم پست داریم به یه طریقی، و این اینا که قبلا می‌نویسیم، ولی لاراول چیزای جدیدی داره به اسم پوت، به اسم پچ به اسم دلیت. اینم چیزای جدیدی هستن که لاراول داره. پس گت و پست رو که بلدین، گت رو چطوری میزنن؟ یه یو آر ال ایجاد میکنیم، همینجور دستی یه یو آر ال اینتر رو میزنیم، خود به خود یه گت ریکوست محسوب میشه. برای پست ریکوست بلد بودیم که یه فرم ایجاد کنیم، متد رو بزنیم رو پست. برای پچ ریکوست و نمیدونم پوت ریکوست و دلیت ریکوست، اینا رو چه کار کنیم؟ اینا رو با هم دیگه یاد میگیریم تو جلسات آینده. انقدر عجله نکنید، فقط خواستم بدونید که وجود دارن همچین چیزایی. پس وجود داره، یه فقط گت و پست نیستن که دیگه فکر کنید خودی یه گت داریم یه پست دیگه تموم شد رفت پی کارش، اینا نیستن. علاوه بر گت و پست، پوت پچ دلیت هم داریم که تو لاراول ازش استفاده میکنیم و میبینیم که چطوری میتونیم ریکوست بزنیم، به ریکوست پچ بزنیم یا ریکوست پوت بزنیم. خب مثلا بیایم با هم تست کنیم، مثلا ریکوست گت بزنیم به اسم مثلا ای‌وای، خب و بزنیم مثلا اینجا یه فانکشن. پس ورودی اول اون یو آر ال مورد نظر، و اینجا مثلا میتونیم یه فانکشن پاس کنیم. فانکشن ها دو نوعن، یه فانکشن که تعریف میکنه، یه انانیمس فانکشن. اگه دقت کنیم من اینجا اف رو زدم، اینجا برای من نوشت انانیمس فانکشن، یعنی فانکشن یک تابعی که اسم نداره. یعنی که من اینتر رو بزنم یه تابعی که اسم نداره، انانیمس فانکشن، ولی تابعی که اسم داشته باشه می‌نویسی فانکشن تو پی اچ پی، اسم تابع رو می‌نویسی به این صورت. حالا این تابعی که من اینجا دارم هیچ ورودی به عنوان آرگومان نداره، نمیخواه هر طرف ایلایو زد، ایلایو که زد بنویسه اکو هلو. خب پس هر وقت هر کی زد ایلای میاد میگه اکو هلو. پس به این صورت هست. پس ما یه راوت داریم که آرگومان اولی اون یو آر ال مورد نظر هست، و متد هم داریم دیگه، get, post, put, patch, delete و هر چیز دیگه، و function. حالا اینو میتونیم دیگه پاک کنیم، فقط نکته رو رسوندم. حالا یه نکته اینجا گفته چی؟ گفته هر وقت back slash دادن کار دارن return view will come. view چی هستش؟ view یکی از توابع یا helper بهش میگن. این توابعی که چون ما تابعا دو دسته بودن دیگه، یه سری تابعه ها بودن که به یه کلاس خاصی مرتبط بودن، مثل این get که مرتبط به کلاس route، این میشد method دیگه، بهش میگفتن method تو PHP. یا یه سری تابعه هستن که وابسته به method خاص نیستن، که حالا اینجا تو Laravel به این چیزا میگن helper، تو خیلی از جای دیگه میگن. اینا به این function هایی که همجوری این چیز استفاده میکنن میگن helper. این یه helper این موقعه. خب این ویو هلپر چیکار میکنه؟ اینجا است که میخوام با یه پوشه جدید دیگه آشناشون کنم، resources views. آها خب دیگه فکر کنم به جوابتون خب تقریبا رسیده باشید. یه پوشه داریم به اسم resources، حالا بعدا میگم این assets چی هستش، این لنگ چی هستش و views چی هستش، لنگ و assets چیه. فعلا با ویوش میخوام آشنا بشیم، با پوشه views. داخل پوشه views یه سری فایل هستن با پسوند .blade.php. بعدن در مورد موتور بلید هم بهتون توضیح میدم که این بلید چی هستش و به چه طریقی هستش. فقط نکته ای که در نظر بگیرید اینه که داخل پوشه views هر تعداد پوشه که دلتون میخواد ایجاد کنید کردید، ولی هر فایلی که ایجاد کردید با فرمت .blade.php باشه. فرمت .blade.php، بلید بیشتر در موردش بعدن براتون توضیح میدم. یه حالتی هستش که مثلا کدای ما رو خورده خوشگلتر نشون میده. یکی از کاربرداش اینه، مثلا از ایف و نمیدونم else و اینایی که تو PHP هستن، مثلا تو PHP ما میخوام یه else ایجاد کنیم، یه تگ PHP باز میکنیم توش نمیستیم else. این به این خاطر هستش کلا این چیز، این الان تو این فایل welcome در PHP حالا من آوردم، الان توضیح بیشتر میدم در موردش. به این خاطر هستش که دیگه کلا تگ PHP ندینی تو قسمت ویو. یعنی خب خیلی یکی از عادت های بد تو برنامه نویسی اینه که مثلا طرف
میاد وسط کد HTML یه تگ PHP باز میکنه، میره مثلا از دیتابیس چهار تا رکورد برمیداره بعد اونجا اکو میکنه. کلن باید سعی کنی طوری باشه که تو قسمت HTML تون، تو کدای قسمت ویو، تو معماری MVC یه سری توضیحات دادم، مدل ویو کنترلر گفتم تمام کدایی که مربوط به ویو هستن توی یه قسمت قرار میگیرن، الان تمام قسمت کدایی که مربوط به ویو هستن توی پوشه ویوز قرار میگیرن. اینجا ما باید سعی کنیم کد PHP نبینیم، برای خاطر یه سری چیزا هستن که از با ادساین شروع میشن یا مثلا حالا بیشتر هم در موردشون تو جلسات بعدی توضیح میدم، اینا در مورد بلید هستن که حالا بعد هم در موردش توضیح میدم. حالا برگردیم به این ویب، گفته return view welcome. ببینید هر وقت پسوند فایلی تو قسمت view گفته نشد، منظور همون .blade.php یعنی چی؟ یعنی این فانکشن view خب پوشه welcome رو هدف میگیره، یعنی پوشه view رو هدف میگیره. مثلا مثال میزنم، مثلا من اینجا یه فولدر جدید ایجاد میکنم به اسم مثلا x، خب هر اسم x، بعد این welcome.blade.php رو بندازم داخل پوشه x به این صورت. پس الان من یه تغییره پوشه welcome انداختم تو پوشه x. حالا اگه الان بگم return view welcome، یعنی اینجا یه رفرش بزنم، اینجا یه رفرش بزنم، با ارور مواجه میشه، میگه چی؟ میگه view welcome not found. چرا؟ چون این پوشه رو هدف میگیره دیگه، این پوشه رو، پوشه views رو هدف میگیره. و ما گفتم welcome دنبال چی میگرده؟ welcome.blade.php میگرده که پیداش نمیکنه. حالا اگه بخوام برم پیداش کنه بگم داخل پوشه x، باید بگم x.blade.php به این صورت. یعنی پوشه ها با دات از هم جدا میشن توی این چیز ویو. اگه مثلا توی یه پوشه دیگه داخل این بود یا به هر مسیر دیگه، یه جوری مسیر میدیم برای رسیدن به اون فایل مورد نظر. اون فایل الان یه چیز داریم welcome.blade.php ازش دیگه، الان به این صورت آدرس رسیدن بهش رو دادم x.blade.php x.welcome دیگه، دات بلیدش رو نمیخواد، دات بلید.php شو نمیخواد، چون دیگه قرار بود که همه این فایل اینجا با فرمت بلید.php باشند و وقتی قرار همه دات بلید.php باشند که نیازی به ذکرش نیست، خود به خود به صورت پیشفرض دات بلید.php در نظر میگیره. خب من دوباره رفرش بزنم این سری دیگه میاد. حالا این پوشه این فایل welcome.php که لود میشه، میبینی که یه سری کد HTML و CSS هستن و حالا این هم این if و این auth و این else auth و اینا چی هستن هم بعدا در موردش توضیح میدیم که این ادساین ها چی هستن. اینا چیزایی هستن که با چیز هستن مربوط به بلید هستن که در مورد بلید هم باید تو جلسات آینده حتما براتون صحبت کنم. خب حله، پس برای این جلسه کافیه، برای این جلسه فقط خواستم بدونید که یه چیزی داریم به اسم نکاتی که تو این جلسه فقط باید بدونید اینه که یه فایلی داریم به اسم web.php که تو پوشه چی هستش؟ تو پوشه routes web.php. تو این routes web.php ما یه سری چیزا ایجاد میکنیم، مثلا میگیم route متد مورد نظر، متد مورد نظر URL مورد نظر و میتونیم یه anonymous function پاس بدیم عنوان. این نکته بود که تو این جلسه فقط میخواستم یاد بگیریم، route method URL anonymous function به این صورت میتونیم بدیم. و نکته بعدی این بود که تمام فایل view بود توی این پوشه قرار میگیریم و برای رسیدن بهش هم به این صورت عمل میکنیم، مثلا اسم پوشه به اسم فایل همجوری دونه دونه فلان دات همه هم با دات جدا میکنیم، نیازی به ذکر بلید دات پیچ پیش نیست به این جیره. خب حل برای این جلسه کافیه.